سلام آلودگی داره کره زمین رو نابود میکنه و میزان مصرف سوخت های فسیلی سر به فلک کشیده و از اون طرف هم سوخت های تجدید پذیر و پاک خیلی راه دارن تا بتونن جایگزین سوخت های فسیلی بشن از بین سوخت های فسیلی گاز طبیعی که نسبت به سوخت های فسیلی دیگه فراوانی خیلی زیادی داره و آلودگیش هم نسبت به اونایی دیگه خیلی کمتره شاید بهترین گزینه برای این دوران گذر از سوختهای فسیلی به تجدید تجدیدپذیر و پاک باشه ولی خب گاز چون حجمش خیلی زیاده ذخیرهش تو مقادیر خیلی زیاد خیلی سخته و برای انتقالش هم صرفا باید لوله کشی کنیم که وقتی مسافت ها خیلی طولانی میشه دیگه مقروم به صرفه نیست و با کوچکترین حوادث طبیعی و جنگ و اینها این لوله ها آسیب میبینن و خط انتقال گاز قطع میشه اگه به جای گاز بخوایم از گازوئیل و سوختای دیگه هم استفاده کنیم که خب باز آلودگیش زیاده حالا میخوام بهتون بگم که همه این مشکلات یه راه حل داره اگه بتونیم این گاز رو یه کاری کنیم که حجمش خیلی کم بشه و فضای کمی رو اشغال کنه اون موقع اونو میتونیم توی مخازنی ذخیره کنیم و هم حمل و نقلش راحت میشه حجم خیلی زیادی از اون رو میتونیم با این مخازن حمل و نقل کنیم و بعد میتونیم اون رو ذخیره کنیم و توی مواقعی که ناترازی مصرف و تولید پیش میاد و گاز کم میاد از اون ذخیره استفاده بکنیم خودروها و کشتی و قطار هم میتونن از این سوخت استفاده بکنن و میتونن با آلودگی خیلی کمی مسافت خیلی زیادی رو بکنن و استهلاک موتور رو هم خیلی کمتر بشه بعد اون رو میتونیم خیلی راحتتر به هر نقطه از دنیا که بخوایم صادر بکنیم و توی بازار 400 میلیارد دلاری این نو سوخت سهیم باشیم و خیلی مزیت دیگه توی این ویدیو میخوام در مورد این روش صحبت بکنم و توضیح بدم که چطوری یک گروه دانشمندان جوان ایرانی تونستن با وجود عقب افتادگی 70 ساله ایران توی این صنعت و با وجود همه تحریم ها و مشکلات داخلی و خارجی تولید این سوخت را به صورت کاملا بومی انجام بدن و آغازگر مسیر جدیدی برای پیشرفت کشور توی این زمینه باشن با من همراه باشید گاز طبیعی یعنی همین گازی که ما برای پخت و پز و گرمایش خونمان استفاده می کنیم یکی از منابع انرژی نسبتا پاک و پرکاربرد توی جهانه که نسبت به سوخت های فسیلی دیگه آلودگی خیلی کمتری داره این گاز هم میتونه برای تأمین گرمایش هم برای تولید برق و برای استفاده در خیلی صنایع مختلف استفاده بشه این گاز حتی تو صنایع فولاد و پتروشیمی هم کاربردهای گسترده ای داره تو صنایع فولاد به عنوان خوراک توی فرایند احیای مستقیم آهن برای تولید آهن اسفنجی و همچنین برای تامین انرژی کوره ها استفاده میشه توی صنایع پتروشیمی هم به عنوان خوراک اصلی برای تولید مواد شیمیایی مانند متانول و آمونیاک و همچنین برای تولید هیدروژن مورد استفاده قرار میگیره توی کشوری مثل ایران که ذخایر عظیمی از گاز طبیعی داره استفاده بهینه از این انرژی میتونه باعث توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و کمک به حفظ محیط زیست بشه ولی مشکلی که گاز طبیعی داره اینه که چون حالت گازی داره حجم خیلی زیادی رو اشغال میکنه و ذخیره اون خیلی سخته یعنی باید مخازن خیلی بزرگی رو با فشار خیلی زیاد درست بکنن تا بتونن حجم قابل توجهی گاز رو ذخیره کنن که خیلی خطراتش زیاد میشه و برای انتقالش هم باید از لوله های استفاده کرد که برای مسافت های طولانی هزینه خیلی زیادی برای ساخت و تامین و نگهداریش لازم داره و از یه حدی طولانی تر دیگه اصلا مقرون به صرفه نیست این مسئله که نمیشه حجم خیلی زیادی از گاز رو ذخیره کرد باعث میشه که توی فصلهایی که مصرف گاز میاد پایین ما مجبور باشیم تولیدمون رو کم بکنیم چون اون تولید اضافه رو نمیتونیم ذخیره کنیم و بعد توی فصلهایی که مصرف گاز زیاد میشه دیگه نمیتونیم به اون اندازه نیاز تولید بکنیم و با کمبود گاز مواجه میشیم خب به نظر شما راه حل این مشکل چیه وقتی یه ماده حجمش اونقدر زیاده که نمیتونیم به اون رو ذخیره کنیم بعد چیکارش کنیم خب وقتی یه گاز رو به مایع تبدیل میکنیم حجمش خیلی کاهش پیدا میکنه و از این طریق میتونیم مقادیر خیلی زیادی از اون ماده رو توی فضای کم ذخیره کنیم فقط تنها مسئله اینه که برای مایع کردن گاز طبیعی باید دمای اون رو خیلی کم بکنیم و این دقیقا کاریه که برای گاز طبیعی انجام میدن یعنی دماشو میان کاهش میدن به منفی 162 درجه که نقطه میان گاز طبیعیه و این گاز میاد به مایع تبدیل میشه و حجمش 600 برابر کمتر میشه این کار اولین بار حدود 100 سال پیش انجام شد ولی توسعهش مربوط به این دههای های اخیر میشه مخصوصا جنگ روسیه و اوکراین باعث شد که اهمیت اون بیش از پیش نمایان بشه چون با قطع اون خطوط انتقال گاز از روسیه به اروپا یکی از بهترین راحل های جایگزین برای تأمین سوخت مورد نیاز انتقال اون از طریق کشتی و به صورت گاز مایه بود به این گاز طبیعی مایه میگن یا LNG که قبل از که بیشتر در موردش توضیح بدم بذارید فرقش رو با دو نوع دیگه سوخت که احتمالا زیاد شنیدید توضیح بدم یعنی CNG و LPG اول از همه LPG که به معنی گاز نفتی مایه شده است که توی اصطلاح آمنیانه بهش گاز مایع میگن و همین چیزیه که توی این کپسول گاز سالهای زیادی که توی ایران کاربرد داره و هر جایی دسترسی به لوله کشی گاز نداشته باشه از این سوخت برای گرمایش و پخت و پز استفاده میکنن گازهای پیکنیکی هم که هممون ازش استفاده میکنیم از همین نو سوخت میشن این سوخت در واقع دوتا گاز بوتان و پروپان یا ترکیب هر دوه که به صورت مایع در اومده این دو گاز محصول جانبی پالشگاه های گاز و نفت هستند. مایه کردن این دو تا گاز راحته چون دمای میانشون خیلی پایین نیست. توی فشار معمولی تو دمای منفی 42 درجه میان میشن که میشه با افزایش فشار این دمای میان رو بالا آورد. یعنی مثلا توی فشار 8 تا 10 برابر فشار جو میشه دمای میانشون رو به 20-25 درجه رسون یعنی توی همین دمای معمولی مایه میمونن این فشار 80 اتمسفر فشار خیلی بالایی نیست با یه تلمبه معمولی میشه این فشار رو توی مخزن ایجاد کرد این سوخت با اینکه سالهای ساره برای مصارف کوچیک خونگی و مصرف صنعتی کوچیک داره مورد استفاده قرار میگیره ولی چون هزینه تولیدش در ازای اون حجم که میشه ازش تولید کرد زیاده و حجم خیلی زیادی هم ازش نمیشه تولید کرد برای همین برای مصارفی که حجم خیلی زیادی لازم دارن مثل نیروگاه ها مورد استفاده قرار نمیگیره و از اون طرف هم آلودگیش نسبت به دونو سوخته دیگه خیلی بیشتره یه مشکل دیگه که این گاز ال داره اینه که اگه نشت بکنه توی اون حالت گازی چون از هوا سنگین تره همون پایین میمونه رو سطح زمین و این باعث میشه که خیلی خطرناک باشه از طرفی CNG رو داریم که همون گاز طبیعی فشرده شده است یعنی گاز متانه که فشارش رو تا 200 بار یعنی 200 برابر فشار جب افزایش میدن و حجمش حدود 100 برابر کمتر میشه و اون رو توی مخازن ذخیره میکنه. CNG همون گازیه که توی ماشین های گازسوز و دوگان استفاده میشه و توی ایران خیلی طرفدار داره. در واقع ایران بزرگترین ناوگان حمل و نقل گازسوز دنیا رو داره. یعنی از همه کشورهای دنیا بیشتر خودروی گازسوز داره. این سوخت نسبت به LPG حالا دیگه خیلی کمتری داره. ولی خب به خاطر فشار بالای مخازنش باز هم خطرات خیلی زیادی داره حمل و نگهداریش و از طرفی باز هم نمیشه حجم خیلی زیادی از اون رو برای مثلا ذخیره سازی طولانی مدت یا برای استفاده توی نیروگاه ها ذخیره کرد خب حالا بریم سراغ اصل موضوع این ویدیو یعنی LNG گاز طبیعی که 95 درصد از متان تشکیل شده و چند درصد هم از یک سری آلکان های دیگه داره یکی از فراوان ترین سوخت های فسیلی که عظیم ترین ذخایر رو تو جهان داره هزینه استخراج و تولید این سوخت کمتر از سوخت های دیگه است و بازدهی احتراق خیلی بالایی داره و آلودگی خیلی کمتری نسبت به بقیه سوخت های فسیلی داره همونطور که گفتم برای حل مشکل حمل و نقل و ذخیرهش اومدن اون رو با مایع کردن حجمش رو 600 برابر کمتر کردن تا به راحتی بشه توسط یک سری مخازن اون رو ذخیره و حمل و نقل کرد این موضوع وقتی اهمیتش مشخص میشه که بدونید برای انتقال گاز با لوله بیشتر از 2000 کیلومتر دیگه خیلی هزینش زیاد میشه و مقرون به صرفه نیست و برای همین نمیشد گاز طبیعی رو با لوله کشی به هر نقطه جهان منتقل کرد برای همین بزرگترین مصرف کننده های گاز طبیعی توی جهان یعنی چین و هند و اروپا و ژاپن سرمایه گذاری خیلی عظیمی برای واردات این سوخت به صورت مایه کرده. از طرفی همونطور که توضیح دادم این LNG میتونه مشکل ناترازی توی تولید و مصرف سوخت رو حل بکنه. به این صورت که توی فصولی که مصرف کمتر از تولیده ما تولیدمون رو کم نکنیم اون تولید مازاد رو به صورت ال ذخیره کنیم و بعد در فصل که مصرف بیشتر از تولید میشه از اون سوخت ذخیره شده استفاده کنیم موضوعی که اگه زودتر به فکرش افتاده بودیم شاید این روزها خیلی به دردمون میخورد این موضوع هم میتونه در مقیاس کلان برای کل, کل کشور اتفاق بیفته و هم میتونه در مقیاس های برای خونه و ساختمون و صنایع کوچیک مثلا این مرکز خرید که ممکنه توی زمستون اگه گازش قطع بشه با از کار افتادن رستورانهاش ضرر خیلی زیادی رو متحمل بشه میتونه با نصب مخازن ذخیره ال‌ان‌جی توی قسمت تاسیسات ساختمون یه کاری کنه که توی زمستون دیگه دچار قطعی گاز نشه این اتفاق برای هر خونه و کارخونه و ساختمونی میتونه بیفته یه سری مناطق سردسیر و سربالوبور هم داریم که برای تامین سوختشون توی فصل‌های سرد تا الان می از همین کپسول های ال استفاده میکردند یا از گازوئیل و نفت و اینها که اینا هر کدوم مشکلات خاص خودش داشت مثلا اون کپسول ها در حجم خیلی زیاد نمیتونست ذخیره بشه و وقتی که به مدت چند ماه ارتباط با اون منطقه قطع میشد دیگه سوخت رسانی به اونجا غیر ممکن میشد گازوئیل هم توی دماهای خیلی پایین به صورت ژله‌ای در میاد و مصرفش سخت میشه و نفت هم که آلودگی خیلی زیادی داره و باعث مشکلات تنفسی برای کسایی میشه که ازش استفاده میکنن همه اینها به کنار به دلیل زیست محیطی خیلی از کشورها دارن ناوگان حمل و نقل خودروهای سنگینشون و قطارها و کشتیهاشون رو از حالت گازوئیل سوز به حالت گازسوز تبدیل میکنن که برای تامین این گاز نمیتونن بیان از CNG استفاده کنند. چون CNG مقدار انرژی که به ازای هر واحد حجمش داره خیلی کمه و اگه این وسایل بخوان از سوخت CNG استفاده کنن مدام باید بتونن سوختگیری کنن که برای مسافت های طولانی عملان غیر ممکنه برای همین اکثرا روی به همین LNG آوردن که بتونن مسافت های خیلی زیادی رو با حجم کمتری از سوخت طی بکنه وسایلی که از الینجی استفاده میکنن مقدار مسافتی که میتونن با یه سوختگیری برن تقریبا با گازوی برابره حتی میتونه ازش بیشتر باشه و آلودگی به مراتب کمتری ازش تولید میکنه و چون ذراتی که در اثر واکنش گاز طبیعی تولید میشه خیلی کمتره آسیب کمتری هم به موتور و تجهیزات اون وسیله میزنه همه مزایایی که گفتم باعث شده که امروزه یعنی تو سال 2024 تقریبا 40 تا 45 درصد کل تجارت گاز جهان به صورت LNG و گاز مایع انجام بشه که یک بازار حدود 400 میلیارد دلاری رو رقم زده که با شیب خوبی در حال رشده خب تا اینجا این همه از اهمیت و جایگاه این سوختی جهان گفتم حالا بیایم ببینیم که ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر بزرگ گاز جهان بعد از روسیه توی این بازار چقدر سهم داره و چیکار کرده خب متاسفانه باید بگم که تا همین اخیرا، هیچ کاری نکرده بودی تا مدت زیادی اصلا کسی به فکر ورود به این صنعت نبوده دلایل مختلفی داشته یکی از دلایلش این بوده که کمبود تولید گاز نسبت به مصرف داخلی خودمون باعث شده بود کسی به فکر بازارهای جهانی نباشه و این افزایش تقاضای جهانی برای گاز مایع رو جدی نگیره از طرفی تکنولوژی پیشرفته که این فرایند تولید گاز مایع لازم داشت و تجهیزاتی که به خاطر تحریمها به ما نمیدادند و این باور غلط که ما در داخل کشور هم نمیتونیم به این تکنولوژی دست پیدا کنیم باعث شده بود که کسی سمتش نره. یکی دو تا حادثه کوچیکی هم که توی زمینه ال‌ان‌جی اتفاق افتاده بود باعث ایجاد یک باور غلط بین بعضی از مسئولین شده بود که این نسو خیلی خطرناکه و نباید سمتش رفت. البته یکی دو بار سمت بستن قرارداد با کشورهای خارجی برای ساخت یک مجتمع تولید سوخت مایه داخل کشور رفتن و میلیاردها دلار هم قرارداد بستن و پولهاش هم پرداخت کردن ولی به دلایل تحریم هیچ چیزی تحویل نگرفتن حتی بعد از برجام اینجور مشکلات اهمیت تکیه به توان داخلی توی اینجور موارد رو بیشتر از قبل نشون میده اهمیت این موضوع برای کشور باعث شد که یک گروهی از فارغ تحصیلان و دانشجویان دانشگاه شریف که یک شرکت دانش بنیان به اسم امین فناور شریف رو تأسیس کرده بودند. بیان روی ساخت مجتمع تولید سوخت مایع کار بکنند و سعی کنند که صفر تا صد ماجرای این تولید سوخت مایع رو در داخل کشور و با دانش بومی طراحی و اجرا کنن. قبل از که توضیح بدم که این شرکت تو این زمینه چیکار کرده بذارید براتون فرایند مایع سازی گاز طبیعی رو توضیح بدم گاز طبیعی بعد از استخراج خیلی ناخالصی داره و اول از لوله های عبور میکنه که مایعات و ذرات سنگین مثل ماسه و زنگ زدگی های لوله ها با تهنشین شدن ازش جدا میشه بعد از اون با یک سری فرایندی به اسم شیرین سازی و نمزدایی و جیو یه ذره خالص سازی میشه شیرین یعنی جدا کردن دیوکسید کربن و سولفید هیدروژن از گاز که معمولا با عبور گاز از یک مایع حلال این دو ماده اتفاق میفته بعدش گازهای هیدروکربن سنگین تر مثل بوتان و پروپان و پنتان ازش جدا میشه این کار رو با توجه به نقطه میعان و تبخیر متفاوت این گازها انجام میدن که با خنک سازی در برج های تختیر اتفاق میفته توی گاز خالص شده مقادیر نیتروژن و هیدروژن و هلیوم باقی میمونه که بعد از مایع کردن متان این مواد به صورت گازی باقی میمونند چون دمای میعانشون خیلی پایین و بعد میشه اونها رو هم جدا کرد این وسط هلیوم یکی از محصولات جانبی و با اهمیت این فراینده که از بقیه مهمتره و کاربردهای خیلی زیادی داره حالا یه مقدار گاز طبیعی خالص که بیشترش متانه داریم که باید سرد بشه تا به دمای میانش برسه و مایع بشه که برای این خنکسازی روشهای مختلفی توسط شرکت‌های مختلف استفاده میشه من در مورد روش های کلی خونک سازی قبلا توی این ویدیو مفصل توضیح دادم ولی حالا اینجا بیشتر در مورد روش خاص خنک کردن این گاز طبیعی یه ذره بیشتر توضیح میدم کلا به فرایندی که طی اون یه چیزی رو میشه سرد کرد چرخه تبرید میگن اون ماده‌ای که ازش برای خنک کردن استفاده میکنن بهش مبرد میگن توی مایه سازی گاز دو نوع چرخه تبرید استفاده میشه که یکیش تراکم بخاره که توش مبرد تغییر حالت از مایع به گاز و برعکس میده و یکیشم انبساط گاز که توش مبرد تغییر حالت نمیده و همیشه توی حالت گازی میمونه کلیات اتفاقی که میفته شبیه چیزیه که توی یخچال یا کولر گازی اتفاق میافته اول مبرد رو با یک کمپرسور یعنی چیزی که همه چیز رو فشرده میکنه فشردهش میکنن تا تبدیل به یک گاز با فشار بالا بشه تو این فرایند مبرد داغ میشه چون وقتی یه چیزی رو فشرده میکنی خب روش کار انجام دادی انرژی بهش دادی پس داغ میشه دیگه بعد این مبرد داغ رو از یک سری لوله ها عبور میدن تا با محیط که از خودش خنک‌تره تبادل حرارت کنه و سرد بشه این اتفاق خود به خود میفته چون گرما خود به خود از جایی که داغتره به جایی که سردتره منتقل میشه دقت کنید که طی این سرد شدن نمیذارن فشار مبرد خیلی کاهش پیدا کنه و همچنان پرفشار میمونه توی سیکل تبرید تراکم بخار مبرد به مایه تبدیل میشه ولی توی سیکل انبساط گاز به شکل گاز فشرده سرد در میاد بعد این مبرد فشرده را از یک شیر انبساط یا یک توربین انبساط دهنده عبور میدن این قسمت که اسمش روشه باعث انبساط ناگهانی و کاهش فشار ناگهانی مبرد میشه توی سیکل تراکم بخار که مبرد مایه توی این مرحله فشار مایه سری افت میکنه و شروع میکنه به تبخیر و چون تبخیر فراینده گرما گیره یعنی وقتی مایه تبخیر میشه گرما رو از محیطش میگیره میتونه با کمک مبدل حرارتی هر چیزی که باش در تماس هست رو خنک کنه اگه مبرد گاز باشه با انبساط گاز هم باز گاز خنک میشه چون انبساط ناگهانی گاز هم یه فرایندیه که دما رو کاهش میده این رو میتونید با عبور گاز فندک از روی مقدار کمی آب مشاهده کنید که گاز فندک با انبساط اونقدر خنک میشه که باعث یخ زدن آب میشه بعد این گاز کم فشار و سرد شده به قسمت مبدل میره تا بتونه با چیزی که میخوایم سردش کنیم تبادل حرارت انجام بده و وقتی حرارت اون ماده رو به خودش گرفت و اون رو سرد کرد دوباره وارد کمپرسور میشه و چرخه دوباره تکرار میشه این چیزی که گفتم کلیات و ساده شده اون چرخه تبرید بود که برای رسوندن دمای گاز مثلا به منفی 160 درجه بعضی وقتها چندین مرحله باید این خونکسازی و این چرخه تکرار بشه که اون نوع تکرارش هم باز خودش روش های مختلفی داره البته میشه با افزایش فشار گاز مثلا بین 6 تا 16 برابر فشار جو دمای اون میانش رو یه ذره بالاتر آورد یعنی مثلا منفی 150 منفی 140. که دیگه نیاز نباشه به اون دمای خیلی پایین برسیم بعد بر از اینکه گاز مایع شد اون رو به داخل یک سری مخزن‌های مخصوصی می‌فرستن که شبیه این فلاسکای خلای آب که چند لایه داره و بین دو تا از این لایه‌ها خلأ هست که مانع انتقال حرارت از بیرون به متان میشه و میتونه دمای اون متان مایه رو برای مدت زیادی پایین نگه داره این مخازن اگه نشتی داشته باشن چون اون متان به صورت گاز ازشون خارج میشه و گازی که از هوا سبکتره فوری بالا میره و توی همون محیط نمیمونه و خطر اشتغالش خیلی کمه و از طرفی به خاطر دمای خیلی پایینش هم باز امکان جرقه زدن و مشتعل شدنش هم خیلی کمه گروه دانش بنیان امین فناور شریف بعد از ده سال پژوهش و مطالعه و کار فشرده تونستن توی سال 1401 اولین مجتمع تولید الینجی رو در مقیاس کوچیک رو هندازی کنند به این نوع ها مینی الینجی میگن اونا با همکاری یک سری شرکت های دانشمانیان دیگه که هر کدوم توی بخشی فعالیت میکردن که توی این چرخه کاربرد داره تونستن خیلی از تکنولوژی‌های لازم برای این خط تولید رو از صفر تا صد طراحی کنن و بسازن یکی از مهمترین این بخش ها ساخت توربو اکسپندر بود توی اون مرحله‌ای که مبرد قراره با کاهش فشار ناگهان سرد بشه به جای استفاده از یک شیر انبساط ساده میان گاز رو داخل یک محفظه ای که توربین‌های توی مسیر گاز هست و گاز با انرژی زیادی که داره توربین ها رو میچرخونه و هم کاهش فشار اتفاق میفته که باعث کاهش دما میشه و هم انرژی گاز به توربین منتقل میشه این روش هم میتونه نسبت به شیر انبساط کاهش فشار بیشتری رو ایجاد بکنه و هم از انرژی که از گاز میگیره بقیه اجزای چرخه مثل کمپرسور رو راه بندازه و این باعث میشه مصرف انرژی چرخه به شدت کاهش پیدا کنه و بازدهی اون بالا بره یه بخش مهم دیگه این چرخه که توسط این شرکت ساخته شده مبدل حرارتیه برای اینکه مبرد بتونه سریع و کامل گرمای گاز طبیعی رو بگیره و اون رو مایع کنه باید بتونه در کمترین زمان بیشترین سطح تماس رو با گاز داشته باشه مثل لوله های پشت یخچال که با پیش در پیش بودن یا رادیاتور شوفاژ که سطح تماس زیادی داره این مبدل های حرارتی هم از روش های مشابه برای افزایش سطح تماس استفاده میکنن و از طرفی از موادی ساخته میشه که رسانه های حرارتی خیلی بالایی داره این شرکت سیستم کنترل این چرخه رو هم به طور کامل طراحی کرده و همین یعنی الان داره روی مبرد ها و بهینه سازی اونها هم کار میکنه بعد از راه اندازی اولین مجتمع مایه سازی گاز طبیعی توی کشور اونها با همکاری شرکت‌های های دانش دیگه سامانه مصرف اون رو هم ساختن که شامل تجهیزات مختلفی به همراه مخازن ذخیره الینجی و تجهیزاتی میشه که دوباره اون مایه رو به صورت گاز در بیاره و به شبکه لوله کشی تزریق کنه. اونا برای اولین بار این سامانه رو توی منطقه مرزی توی آذربایجان غربی نصب کردن و تونستن توی منطقه‌ای که سالهای سال در طول زمستون با مشکل سوخت رسانی مواجه بودن و مردمان اون منطقه مشکلات زیادی رو توی این زمینه داشتن مشکلشون رو به طور کلی برطرف کنن همین چند روز پیش هم دومی ایستگاه ذخیره و مصرف رو در منطقه مرزی توی سلماس رو اندازی کردن و مخازنشون رو از الینجی که توسط مجتمعی که همین شرکت ساخته تولید شده پر کردن تا این منطقه در طول سه الا چهار ماه زمستون که احتمال قطع ارتباط وجود داره سوختش تامین باشه اونا دارن دومین مجتمع تولید الینجی رو هم توی شهر ارومیه میسازن که تا سال آینده به بهره برداری میرسه علاوه بر اینها اونا دارن با صنایع و شرکت ها و ساختمون ها و کارخونه های مختلف مذاکره میکنن تا این سامانه مصرف و این مخازن ذخیره الینجی رو به صورت محلی توی محل اون شرکت ها و ساختمون ها و صنایع نصب بکنن و بنابراین دیگه مشکل تامین سوخت اونها به صورت پایدار در طول سال حل میشه از طرف دیگه دارن روی الینجی سوز کردن خودروها و کامیونها و اتوبوسها و اینها هم کار میکنن چون این الینجی نسبت به سینجی مزیتش اینه که با یک بار سوختگیری قابلیت پیمایش سه برابری رو به اون خودرو میده از طرف اگه این جایگاه های سوخت الNG توی کشور راه بیفته و زیاد بشه میتونیم به تعداد زیادی از خودروهای ترانزیتی که از اروپا به سمت آسیای شرقی میخوان عبور بکنن و الNG سوز هستن هم خدمات بدیم اگه این جایگاه سوخت رو در بنادر کشور هم راه بندازیم میتونیم به تعداد خیلی زیادی از کشتی های سوز که در حال حاضر در حال تردد توی مسیرهای تجاری هستند و نیاز به سوختگیری در میانه راه دارن هم خدمات بدیم و توی این بازار هم سهمی داشته باشیم در زمین رو هم بگم که این شرکت برای اولین بار تونسته توی همین فرایند تولید گاز مایع هلیوم هم تولید بکنه یعنی یکی از محصولات جانبی این فرایند تولید هلیومه که این شرکت برای اولین بار در داخل کشور تونسته این کار رو انجام بده هلیوم گازیه که کاربردهای خیلی زیادی توی صنایع مختلف و توی علوم مختلف داره که حالا توی یک ویدیو دیگه مفصل در موردش صحبت میکنم خلاصه با اینکه خیلی دیر داریم توی این زمین قدم برمیداریم ولی بالاخره به لطف همت این گروه دانشمندان که یک نمونه خیلی خوب از ارتباط دانشگاه با صنعت رو به نمایش گذاشتن و علاوه بر اونها یک نمونه خیلی خوب از خودباوری در داخل کشور رو نشون دادن جلوی این ضرر بزرگ داره گرفته میشه و باید با حمایت و سرمایه گذاری های بیشتری که میشه بتونیم سرعتمون رو در راه رشد این صنعت افزایش بدیم به شرط اینکه مدیران دولتی اهمیت این موضوع رو متوجه بشن و بعضیشون هم نیان به خاطر یک سفر مجانی به چین دنبال قرارداد بستن با چینیا باشن نظر شما در مورد تلاش این گروه جوان ایرانی چیه؟ منتظر نظراتتون هستم تا بعدی خدا نگهدار.